اینجا دشتی رنگین از گلهای زرد و نارنجی گیاه گلرنگ در مزارع چاهداشی شهرستان نهمندان است. نزدیک به 2 هکتار به گلرنگ کاشت کردیم برای اولین بار در اینجا. نسبت به محصولات مثل کلزا که ما قبلا داشتیم آفتشون کمتره. و حالا 2 ماه گذشته و خوشه های گلرنگ طلای رنگ شدند و این روزها کشاورزان مشغول برداشت حاصل دسترنجشان هستند. با توجه به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توسعه کشت دانه های روغنی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری مزرعه قدیر چاهداشی اقدام به کشت 11 هکتار گلرنگ کرده. با توجه که این محصول نسبت به شوری و سرما و خشکسالی مقاوم هست و از طرفی هم خیلی تضمین داره، ما توصیه این هست که کشاورزان عزیز نسبت به توسعه این کشت اقدام کنند. گلرنگ مناسب کاشت در شرایط بیابی و خشکسالی است و هم گل و هم دانه روغنی آن قابل استفاده است. گلبرگ ها هست که مسابقه ارزش غذایی و صنعتی داره و دیگه محصول اصلیش که در واقع همان دانه است که ازش روغن گرفته میشه و روغن بسیار مطلوبی داره. سیاست حمایتی دولت هم در خرید تضمینی این محصول به گلرنگکاران کمک کرده. خرید تضمینی دانه روغنی که توسط دولت با نرخ بسیار مطلوبی در حال حاضر انجام میشه توسط کارخانه‌های روغن‌کشی، از لحاظ اقتصادی به عنوان کشت جایگزین نسبت به غلات از اهمیت اقتصادی بهتری برخوردار هست. کشاورزان نهمندانی تا اواخر مرداد ماه مشغول برداشت این محصول هستند و پیش بینی می شود 2 تن گل گلرنگ و بیش از 20 تن دانه روغنی گلرنگ برداشت کنند. حدود 4000 هکتار از اراضی نهمندان با تنش آبی مواجه است که اگر با تدبیری مناسب کشاورزان را به کشت گیاهانی همچون گلرنگ ترغیب کنیم، هم برای کشاورزان دارای صرفه اقتصادی است و هم جایگزین مناسبی است برای تولید محصولاتی با بیشترین مصرف منابع آبی. ابوذر تاجری، خبرگزاری صدا و سیما، مزارع گلرنگ چاهداشی نهمندان.